برای اینکه یکم با ساختار کلی سیبلیوس آشنا بشیم من پروژه رو که اینجا توی قسمت ریسنت وجود داشت میخوام باز کنم شما هم اگر که خواستید این پروژه رو پیدا کنید در پوشه ای هست که این قسمت شما میبینید سیبلیوس اگزمپل سکور و پروژه فانک رو باز کنید اینجا پروژه که لود شد فول اسکرین میکنیم صفحه رو من میخوام توی این مرحله شما یه مقداری همینجوری به صورت آزادانه یه مقدار با تمام علمان که میتونه وجود داشته باشه کار کنید ببینید این یک پروژه نمونه هست و اصلا جای نگرانی نیست جای ترس نیست اتفاق خاصی بیفته من میخوام که هر جا که دوست دارید روی هر کدوم از این آبجکت ها کلیک کنید مثلا این سکوت رو کلیک کنید بالا و پایین حرکت بدید خود میزان ها رو تغییر بدید ببینید چه اتفاقی میفته میخوام یکم انعطاف پذیری سیبلیوس براتون باز بشه ببینید که مثلا این ساختاری که وجود داره مثلا اینا به چه شکلی دارن کار میکنن اگر دابل کلیک بزنیم چه اتفاقی میفته اگر که مثلا این قسمت به این شکل مثلا نوت ها آبی میشن چه اتفاقی براش میفته هر کدوم از این پارامترها آبجکت ها رو که شما میبینید بعد حتی اگر هم ببینید الان یه چیزی مف شد حالا اون اگر با یک آندو یا کنترل Z چند بار بزنیم اون شکل قبلیش برمیگرده و شما تا زمانی که این پروژه رو ذخیره نکنید میتونیم که دفعه بعد این رو ببندید و سیو نکنید که دوباره همین به همین شکل سالمش باز بشه و اگر یه درصد این اتفاق افتاد این چون از سامپل های خود سیبلیوسه میتونیم دوباره با نصب مجددش دسترسی داشته باشیم به این پروژه پس من پیشنهاد میدم هر پارامتری و هر گزینه‌ای که شما اینجا میبینید مثلا نوت ها رو جابجا جا کنید یه مقدار ببینید که این چه اتفاقی براش ببینید چه المان هایی رو میتونید به سمت راست و چپ حرکت بدید مثلا این تایتل بار این بالا قسمت عنوان شما میبینید فقط میتونید به سمت پایین و بالا حرکتش بدید چپ و راست نمیره به خاطر که تعریف شده توی سیبلیوس که این تایتل ما هست این تیتره و نباید مثلا در فقط باید مرکز قرار بگیره در وسط صفحه اینجا به عنوان تیتر و مثلا روی اندازه هر کدومش روی اون پارامتر و میبینید یه سری عمل کرده جواب نمیده یه سری عمل کرده جواب میده این رو وقت بذارید و یه مقداری به نوعی بازی کنید با این علمان هایی که وجود داره تا یه تجربه خاصی پیدا بشه در ویدیو بعدی کم کم میریم سراغ استفاده و نوشتن نوت ها در این محیط